با سلام مجدد خدمت محصلان گرامی، ما درس سمستر چهار هفته سیوم را ارائه می کنیم و در قسمت چهارم که قسمت اول این هفته هست، در قسمت چهارم موضوع عام را خواندیم و عام دلالت کردنش بر افرادش قطعی بود یا ظنی بود، مورد بحث فقها بود، اختلاف و نظر میان احناف و شافعی بود. دلالت عام بر افرادش یا قطعی است یا ظنی. احناف گفتند که پیش از تخصیص قطعی است، بعد از تخصیص ظنی می شود و جمهور میگن که همیشه ظنی هست. به همی اساس در قسمت ادامهش می خوانیم. ادامه درس ما از ثمره اختلاف، یعنی اختلاف اینها چی نتیجه به بار می آورد. در موضوعی که خیلی سرشان بحث است و اختلاف هست میان احناف و جمهور، تخصیص عام با خبر واحد است. یعنی هرگاه عام، منظور من از عام، عام کتاب الله است. هرگاه در قرآن کریم یا در حدیث متواتر یک لفظ عام بود، این خود قطعی هست، چون البته ثبوت قطعی است، چون قرآن هست. آیا توسط خبر واحد می شود امی قرآن را تخصیص کرد یا نمی شود؟ ببین، به اتفاق علما کتاب الله با آیت و حدیث متواتر تخصیص می شود، عام کتاب الله البته. اما در مورد تخصیص آن با خبر واحد اختلاف است. احناف میگن که جائز نیست که قرآن را بیاریم تخصیص بکنیم توسط خبر واحد. چه معنی تخصیص بکنیم؟ یک لفظ در قرآن عام باشد، بعضی افرادش را در حدیث بیرون کرده باشد، حدیث واحد، ما با استدلال از حدیث واحد بگوییم یک تعدادی افراد عام بیرون است. چرا احنافی طور نمی کنند؟ زیرا که دلالت عام بر افرادش نزد احناف قطعی هست. تا هنوز تخصیص نشده است. پیشتر گفتیم که نزد احناف دلالت عام بر افرادش قطعی هست پیش از تخصیص. ولی خبر واحد ظنی است. دلالت عام بر افرادش قطعی است. خبر واحد به اعتبار ثبوت ظنی هست. ظنی این قوتی را ندارد که، ظنی یعنی احتمال خطا در او است، مثلا این قوتی را ندارد که یک قرآن متواتر را، یک آیت عام متواتر را گرفته تخصیصش بکند. اما جمهور که شوافی و دیگرایش است میگن جایز است، زیرا هر دو ظنی است. بیشتر گفتیم عام هم نزد جمهور ظنی هست، خبر واحد خوبی از هم نزد همگی ظنی است. این را با مثال روشن بکنیم. بعد از اینکه مثال خواندیم، پس دوباره ثمره اختلاف را بخوانیم ببینید. مثال تخصیص عام این آیت. آیت کریمه است: حرمت علیکم المیتتو، حرام گردانیده شده است برای شما، بر شما تمام خودمرده ها. المیتتو خودمرده را میگن، هر حیوانی را میگن که سر بریده نشده باشد. توجه بکنید، ای عام هست و کتاب الله هست. نزد احناف ای عام قطعی هست، تمامی میته ها را شامل میشود. اما جمهور میان در تخصیص میکنند، میگن بعضی از میته ها را شامل نمی شود، بعضی این عام را، بعضی افرادش را خاص میکنند. و دلیلشان چی است؟ این حدیث است. با این خبر واحد که پیامبر را پرسیدند در مورد آب بحر، آب بحرهای بزرگ، که آیا پاک است یا نه. پیامبر فرمود: هو الطهور و ماؤه الحل و میتته، بحر آبش پاک است ولی و میتش حلال هست. میته حیوان خودمرده ای که در داخلش میمیرد. بنابراین نزد شافعی و مالکی و حنابله المیته ای که در حدیث در آیت هست، حرمت علیکم المیتة، او عام هست و تخصیص شده است. یعنی میته تمام خودمرده ها حرام است، غیر از خودمرده هایی که در بحر زندگی میکنند، اونها حلال هستند، اونها حرام نیستند. چرا؟ چون در حدیث تخصیص کرده شده است. اما احناف اینطور نمی کنند، میگن المیتت عام است، تمامی حیوانات خودمرده را شامل می شود، خودمرده داخل بحر هم هست، اونها هم حرام هستند. البته فقط ماهی را احناف هم قبول دارند، تخصیص می کنند به خاطر حدیثی که مشهور است، میگن او خبر واحد نیست و مشهور است. غیر از ماهی دیگر حیوانات که در اونجا هستند نزد احناف حرام هست و نزد شوافی و دیگر حلال هست. و دیگر مثال های هست، شما در اصول فقه در کتابتان سهل بکنید بهتر هست. مثال های دیگری هم داریم. مشترک را حالا میخوانم. ببینید شما، ما وقتی که تقسیم اولی را تقسیم کرده بودیم، اقسام لفظ به اعتبار وضع آن بر معنا چند تا بود؟
پیش از اینکه ما بگم باید شما توقف بدید ویدیو را، به خاطر که درستان یادتان بیاید و در ذهنتان بشیند خودتان همی سوال را جواب بدید. اقسام لفظ به اعتبار وضع آن بر معنا چند تا بود؟ اقسام لفظ به اعتبار وضع بر معنا 4 تا بود: خاص بود، عام بود، مشترک بود و مؤول بود. خاص و عام هر دویش را خواندیم، حالا آمدیم به مشترک. مشترک از نامش پیداست، لفظی است که وضع گردیده به دو معنا یا معانی بیشتر. مشترک چندین معنا دارد، اما به چندین بار وضع کردن، همی جزی اخیر به چندین بار وضع کردن هست که مشترک را از عام جدا می سازد. فرق عام و مشترک چی است؟ من در تعریف عام هم گفتم، عام دلالت می کند به معانی زیاد، اما افراد زیادی را که در بر می گیرد به چندین بار وضع کردن هست. و اما مشترک دلالت به دو معنا یا بیشتر می کند به یک به چندین بار وضع. با معذرت، عام چندین معنا را که در بر می گیرد به یک بار وضع کردن است. یک بار تمام مسلمان ها را المسلمون نامگذاری می شود. اینطور نیست که هر کسی تولد شد او را برده پیش مولا مسلم نام بگذارند، نه، همه که مسلمان است مسلمان است دیگه، شاملش می شود. ولی مشترک اینطور نیست، مشترک هر فردش را جدا جدا نامگذاری شده است به چندین بار وضع کرد. مثال مشترک، لفظ قرع که به دو معنا به کار می رود، به معنای طهر است، به معنای عادت ماهوار و عادت قاعدگی است. ببین در قرآن کریم داریم ثلاثه قروء، این لفظ مشترک از لفظ قرع، چون دو معنا دارد و هر دو معنایش همزمان این لفظ به اونها به کار برده نشده است. یک زمانی به معنای طهر بوده است، یک زمان دیگری باز همی کلمه را به معنای حیض هم بردن. چرا به دو معناست؟ این را بعدا انشالله عوامل اشتراک لفظی را وقتی خواندیم اونجا توضیح میدیم. کلمه عین، کلمه عین در عربی 18 معنا دارد. عین به معنای طلا هست، عین به معنای چشم هست، عین به معنای چشمه هست، عین به معنای چشمه آفتاب هست، عین به معنای شکمبه هست و عین معانی متعدد دیگری 18 معنا دارد و مشترک هست میان معنایشان. به این معنا که کلمه عین یک بار بالای کل اینها وضع نشده است که عین گفته باشند 18 معنا را، چشم و چشمه و آفتاب و همه چیز را در بر گرفته باشد، بلکه عین یک بار نام گذاشتن، یک زمان آفتاب را می گفتن، بعد یک زمان عینک زانو را عین گفتن، یک زمان چشم را عین گفتن و معانی زیادی به او به بار آمد. انشاءالله که فرق مشترک و عام را فهمیده باشید، اگر نفهمیدید دوباره بشنوید میفهمید، پیچیده نیست. اسباب وجود مشترک در لغت، در زبان، یعنی چی عوامل باعث می شود که در یک زبان الفاظ مشترک پیدا شود. به خاطر سلاید پد می کنم که شما متوجه خواندن خط نشوید، یک بار درس را بفهمید. چی عوامل باعث می شود که یک لفظ به چندین معنا به کار می رود در یک زبان؟ چرا این کار می کنند؟ چرا لفظ را به چندین معنا به کار می برند که آدم نفهمد که منظورش از قرع طهر است یا حیض، منظور از عین آفتاب است یا چشم؟ الا عواملش چی هست؟ اینجا می خوانیم اسباب وجود مشترک در لغت. سلایت متاسفانه کلش یک جا آمد، همه موارد شما از امون یک تا که تشریح می کنند توجه بکنید. یک، اولین علت که در یک زبان، در زبان عربی یا زبان فارسی یا پشتو یا انگلیش، اولین علتی که در زبان ها الفاظ مشترک است اختلاف قبایل عربی در وضع الفاظ بر معانی. در زبان عربی اگر الفاظ مشترک هستند، یعنی یک لفظ چندین معنا دارد، به خاطر است که قبایل مختلف و سرزمین های مختلف در نامگذاری الفاظ بر معانی اختلاف دارند. یک عرب، یک قبیله یک لفظ را بر یک معنا به کار برده است، بعد یک قبیله دیگر همون لفظ را بر دیگر معنا به کار برده است، بعد از اینکه این معانی مشهور شده است هر دویش جا افتاده. در فارسی مثال میدم، در افغانستان ببینید کلمه سیر در کابل 7 کیلو را میگن یک سیر، ولی در هرات سیر 100 گرام هست. این اختلاف قبایل هست، اختلاف مناطق هست. و شیر مثلا، شیر خوب در تمام مناطق شیر یا شیر به علت دیگر میتونه داشته باشد. این طور نیست که در یک جواب منای آن است که انسان را میخورد و در جای دیگری به این معنا باشد که انسان آن را میخورد، نه، در هر جا هست او علت دیگری دارد. اختلاف قبایل نیست. اختلاف قبایل مثلا همین مثالی که دادم، یک کلمه در یک منطقه به یک معنا به کار رفته است، در یک منطقه به معنای دیگری، بعد هر دویش مشهور شده است. دومین
دومین سبب وجود مشترک در لفظی است که لفظ بر یک معنا وضع می گردد در اصل، اما بر معنای دیگر مجازان استعمال می شود. اصل معنای حقیقی یک لفظ یک معناست، اما به دیگر معنا مجازان استعمال می شود تا زمانی که فراموش کرده می شود که آن معنا معنای مجازی است. یک لفظ معنای حقیقیش یک چیزی هست و معنای مجازی دارد، بعد گذشت زمان گرد و خاک بالای معنای مجازی حقیقیش به حد می ریزاند که دیگر مردم متوجه نمی شوند که معنای حقیقیش یه است و معنای مجازیش و است. فکر می کنند هر دو معنا معنایش حقیقی است. سومین علتی که در یک زبان می تواند لفظ مشترک باشد این است که یک لفظ بر معنای وضع می گردد که مشترک میان دو معنا است. خوب توجه بکنید، یک لفظ به یک معنا وضع می شود، به چند معنا؟ به یک معنا، به دو معنا و سه معنا نه، فقط یک معنا دارد، ولی همین یک معنایش مشترک است میان دو معنا. یک معنا دو معنا دارد خودش، با گذشت زمان گمان برده می شود که بر هر دو معنا وضع گردیده است. مثلا لفظ قرع، لفظ قرع در اصل به معنای عادت دورانی هست، هر چیزی که به دوران یعنی با هر مدت یک بار می آمده باشد. لفظ قرع یک معنا دارد، اما همین یک معنا هم طهر را شامل می شود و هم حیض را شامل می شود، چون طهر هم عادت است که دورانی هست و حیض هم عادتی است که دورانی هست. و بنابراین بعد به گذشت زمان فکر میکنند قرع دو معنا دارد، در حالی که قرع خودش یک معنا داشت، ولی اما معنایش دو معنا را در بر میگیرد. متوجه باشید، یک مثال دیگر میدم. کلمه ام، کلمه ام به معنای اصل هست و به معنای مادر هست. او را بگذاریم اینجا مثال ندهیم به خاطر که باز کمی گیجتان میکند. سر همین لفظ قرع مثال روشن‌تر است. چهارمین جایی که میتواند یک لفظ را علت مشترک بودن یک لفظ به چندین معنا باشد این است که گاه لفظ در لغت معنایی دارد و در اصطلاح معنای دیگر می داشته باشد. یک لفظ در زبان عربی یک معنا دارد، بعد در اصطلاح به دیگر معنا به کار می رود و هر دو معنایش به حد مشهور می شود که فکر می شود هر دو معنا معناهای لغویش است. مثلا لفظ صلات در لغت به معنای دعا هست، در اصطلاح به معنای عبادت معروفی است که هر روز 5 بار ادا می کنیم. حال لفظ صلات دو معنا ندارد، یک معنا دارد ولی مشترک شده است. چرا مشترک شده است؟ چون کلمه صلات به معنای نماز به حد مشهور شده است که فکر می شود که هم معنای حقیقیش است. اینها مواردی بود که 4 مورد که اسباب وجود مشترک در یک زبان است، یعنی دلایل و عوامل و انگیزه هایی که باعث شده است که در یک زبان مشترک به بار بیاید. حکم مشترک، حکم چی معنا؟ یعنی وقتی که یک کلمه مشترک بود میان معنای حقیقی و میان مجازی، با معذرت، مشترک بود میان چندین معنا، چی کار شود؟ کدام معنایش گرفته شود؟ هرگاه لفظ مشترک در نص شرعی آمد، در قرآن یا سنت آمد، نگریسته شود، باید دیده شود. 3 قسم مشترک میتونیم داشته باشیم. اگر مشترک میان معنای لغوی و معنای اصطلاحی شرعی بود، معنای دومیان گرفته میشود. یک لفظ دو معنا دارد در قرآن، یکی معنای لغویش است، یکی معنای اصطلاحی شرعیش است. کدام معنایش را بگیریم؟ معنای اصطلاحی شرعیش را بگیریم. معنای لفظ صلات در لغت دعا هست و در اصطلاح شریعت به معنای عبادت یعنی نماز هست. ما وقتی که در قرآن و در حدیث کلمه صلات را میابیم، امیر را به معنای نماز میگیریم، نه به معنای دعا. لفظ طلاق با معنای الا دادن است، هر قسمی که باشد، هر چیزی را که باشد، ولی در شریعت رها کردن یعنی بازگشودن رابطه زن و شوهری است در اصطلاح شریعت. در قرآن و سنت و در فقه هر جا کلمه طلاق آمد، اما معنای اصطلاحی شرعیش گرفته می شد. یک حالت شد. و اگر یعنی گفتیم اگر مشترک میان لغوی اصطلاحی شرعی بود، کدام معنایش رو بگیریم؟ معنای اصطلاحی شرعیش. اگر لفظ مشترک میان دو معنا یا معانی بیشتر لغوی بود، 2-3 معنا داشت، همه معانیش لغوی بود، مثلا عین آمد چندین معنا داشت، در این صورت چیکار بکنیم؟ یکی از آن معانی با توجه به دلیل گرفته می شود، دلیل جستجو می شود که دلیل یافتیم که کدام معنا را ترجیح می داد، اما معنا گرفته می شود. مثلا لفظ قرع به 2 معنا آمده است در لغت، گرچه که اصل 1 معنا داشت، اما در زبان
در اصطلاح شریعت یک معنای خاصی برش تعیین نشده است، بلکه در زبان عربی به همین دو معنا به کار می رود. حالا کدامش را بگیریم، محیض یا طهر را بگیریم؟ این دیگه جستجو شود دلیل و هر کس دلیلی می یابد و به اساس دلیلی که قناعتش را حاصل می کند ایره به اون معنا می گیرد. به همین خاطر که دلایل مختلف است، قرع را هم در تفسیر از او اختلاف نظر میان مجتهدین وجود دارد. اقسام لفظ به اعتبار معنا خاص بود، عام بود، مشترک بود و معول. کلمه معول در کتاب ما نیست، ولی ایره من اینجا اضافه کردم، چون این هم از جمله اقسام لفظ است به اعتبار وضع آن بر معنا، ولی کوتاه است. معول در لغت تأویل کرده شده، یعنی برگردانیده شده. در اصطلاح هرگاه یکی از معانی مشترک مشخص گردید، مشترک تبدیل به معول می گردد. لفظ مشترک بود، مثلا جاریه به معنای دختر است، به معنای کنیز است، به معنای کشتی هست، و هرگاه مشخص شد مشترک منظور از جاریه چیست، بعد دیگه مشترک مشترک نمی ماند. حالا ما چیزی که داریم معول است. بنابراین معول چی را میگن؟ لفظ مشترک هست که یکی از معانیش مشخص گردد. وقتی که قرع را به معنای طهر مثلا مشخص کرده دیگه معول میشود. خب به این تقسیماتی بود که اقسام لفظ بود به اعتبار وضع آن بر معنا، و این چهار قسم بود، خاص، عام، مشترک و معول بود، که انشالله فهمیده شده باشد. ما ایرم توقف میدیم به خاطر که مبحث جداگانه است. این ویدیو را در اینجا توقف میدیم. قسمت چهارمی ما با پایان رسید و بعدش را که باز دیگه قسم تقسیمات است در قسمت پنجم انشاءالله ثبت میکنیم. موفق و پیروز و کامگار باشید و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.